به نام خداوند باشند و مهربان. سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدین به گزارش ویژه ما در ماه مبارک رمضان از شهر باستانی هرات. امروز روز گرمتری هم هست و آمدیم به یک نونوایی خیلی جالب در شهر هرات که همه مدل نونی که شما بخواییم تهیه میکنن و ضمن از او بولانی تنوری هم پخته میکنم. در کنار معرفی نانهای وطنی، در مورد دشواری های کار در ماه مبارک رمضان در کنار تنور هم میپرسیم. بیاییم با ما همراه بشین و پاچاله ببینیم. نان، به به، چه نانهای زیبا و خوشرنگ و خوشمزه دیده میشه اینجا. این نونوایی به سرک 30 متر موقعیت داره و باشه که بیاییم خود خلیفه صحبت کنیم. سلام خلیفه جان. سلام. مونده نباشه. خوب هستین؟ بخیر. شکر، فضل خدا. اسم شما چیه؟ امین الله. امین الله جان، در مورد این نونوایی بگیم که برام خیلی جالب بود. هر مدل نونی پخته میکنیم. خدمت شما عرض کنم که اینجی مجتمع تولیدی نانه. مجتمع تولیدی. بله. دیگه تازه افتتاح شده. خب ما هم گسترش بدیم که بخیر به بسته شهر میته مجتمع خوبه که مثلا هر رقم نون از یم بهترتر برای مردم. بسیار خوب. فعلا چند نون نون تیمه؟ فعلا که تعداد اینا خیلیه دیگه، حساب نمیشه دیگه. مگر مردم بیان ببینن و نونجه و کیک کلوچه بولانی، نون تنوری، نون خونگی، پرکی برای ساندویچ و سمبوسه دیگه همینا هست. درسته، درسته. از ماه مبارک رمضان بگیم، دشواری های ماه رمضان استادن پای این تنور گرم چقدر سخت دیگه؟ روزه دیگه، روزه سختی خورداره دیگه. خدا بکنه کمی آرد، مثلا آرد و شکر و روغن همی چیزا کم طبیعه که مردم خیلی بازدابن. بازدابن. فعلا وزن نون هم کم شده نسبت به گذشته؟ دیگه وزن نون شاروالی برای ما نرخ داده، ما همون نرخ شاروالی میدیم، اما اون نرخ که مثلا شاروالی داده برای مثلا آرد قیمت یا پایین تر بود. حال یک کمی گست آمده دیگه، آرد بالا رفته. آرد بوجی چند قزقیر می؟ روغن بالا رفته، آرد بالا رفته، مثلا نمون شکر بالا رفته. خب بالاتر. خیلی. چگونه بود در این چند روز ماه مبارک رمضان استقبال مردم از نونای مختلفی که شما پختید؟ دیگه شکر خدا خوب بوده. خوب بوده. خوب. بسیار خوب. و موقعیت خوبی هم شما داریم، 30 متر دیگه مردم اینجا شاید دم شم خوب شلوغ هم بشه. دیگه اینجا خیلی شلوغ میشه، شاید 30 نفر یا 40 نفر استاده میشه. هنوز خب ما وقت اومدیم که خیلی شلوغ نشده. نه نه، نزه وقت یک ساعت به افطار که میمونه. خیلی خوب. شما به کار خوب رسیدین که من خیلی مزاحمت به شما نکنم. خود دوست و رفیقا دیگه هم صحبت بکنیم ببینیم که چی به چیه. باشه، من به شما نشون بدم. این نون پرکیه که برای ساندویچ و سمبوسه معمولا پخته میکنن خانوما یا رولت در ماه مبارک رمضان به این شکل. این نون جوه، درسته؟ این نون نون جوه. مونده نباشه، اسم شما چیه؟ صدرالدین. 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 نون جوه برای مریضای بیشتر؟ بله، برای مریض قند، شکر. از اینا میبرن؟ بسیار زیاد میبرن و مریض دو بار بعد اختا میندازه میبرن. خود از یک سهولت یاد اگر راحت مردم میتونن بیاین برای خب نونجو بگیرن یا هر مدل نوندگی که لازم دارن. و اینا دیگه نونا شیرینه، اینا هم خود اینا رو هم خود شما تهیه؟ بله، اینا رو هم خود ما تهیه. دونه چنده است؟ اینا 20 روپیه، یعنی جوره. خب چند نوع نون شیرین تهیه میکنی؟ به دو رقم اینجا تهیه میکنی، یک رقم شیرمال تهیه میکنی، یک رقم کیک تهیه میکنی. اون شیرمال؟ بله. امین شیرمال؟ بله، شیرمال امینه. اینون بسیار هم خوشمزه دیگه، خود چای خوب مزه. هم به زمانی که روزه نیه به صبحانه خوبه و هم به افطار. این صبحانه بسیار میبرن، کسایی که یک دفعه بردن باز هم بردن، خیلی خوش کردن با دوباره. درست. شما دیگه میرزاییم؟ بله. همون پاچالدانیم. خیلی خوب. روزانه چند نفر مراجعه میکنه بینون به ایشون؟ بسیار زیاده، یه تعداد چیت قابل شمار نیه، بسیار زیاد نفر نیه. الهی شکر، خدا را شکر که کاروبار شما رونق داره. انشالله که رونق کار شما بیشتر هم بشه. انشالله بیشتر. تشکر از شما، سلامت باشیم. خب بیایم این طرفتر و ببینیم که میتونیم با این برادرام صحبت کنیم یا نه. اینجی بولانی پخته میکنن، بولانی تنوری.
فکر کنم این داغ باشه خیلی. نه داغه ای، این سرتره. ببینیم بولنی ها رو، ببینیم بولنی های تنوری. تو روغن میزنی اینا؟ آه میزنی، خیلی خوب. باشه خود خلیفه شما بریم صحبت کنیم. چی رقم بیایم پیش خلیفه؟ کوشار میکشم میام پیش شما دیگه. میشینم آخه. ای طرف بشینیم یا ای طرف؟ خب خاطر شما رو هم ببینیم. خب باشه که تصویر بردار، ما بیایم به اینجی که چهره شما رو هم ببینیم. خب دوستای عزیز، آمدیم به این بخش که تنوریه و میبینیم زوالا هم که اینجی که دیشته و مواد هم به اونجی که دیشته که بولنی تهیه میکنن. خلیفه جان مونده نباشین، خوب هستین؟ بخیر خیر خیرتی هست، خوب هستی؟ شکر. رمضان مبارک. آه تبریک باشه، سلامت باشیم. نام شما چیه؟ نام ما خدایرحیم خیردین. بس عبدالرحیم جان. عبدالرحیم جان، امی بولنی خیلی سابقه زیادی نداره، بولنی تنوری در هرات به می چند سال مد شده. خود شما با کجا یاد گرفتیم و روزانه چند تا بولنی تنوری تهیه میکنیم؟ ما خود یاد با کابل یاد گرفتیم و با کابل پخته میکردیم. بسیار خوب. مواد ازی از چیه؟ کمی توضیح بدیم چی رقم پخته میشه؟ مواد ازی کچالو، گندنه، پیازم سرخ میکنیم، روغنم کم کم میندازیم، بس چربو میکنیم. درسته. و تنور شما دیگه چونگی میگم درست؟ تنور ما چونگیه. گاز آتش میکنن؟ گاز آتش میکنن. خیلی خوب. چطوریم با ماه مبارک رمضان؟ به این گرمی تشنه نمیشه؟ خوبه، خداوند توپیک میته. خوبه دیگه، خداوند قوت میده. نه قوت میته دیگه، وقت سال آدم چیز تشنه میشه دیگه. غیر از ماه روزه که هست حتما ترمز چای هم همینجی که دیشته. ترمز آو خیلی همون تک دیشته، دکه به دکه آو میخورم. هر دقیقه باید چای میخورم هر دکه، ولی خداوند توفیک میته. من کاملا موافقم با اینا، یعنی واقعا آدم تعجب میکنه. غیر از ماه مبارک رمضان شما یک ساعت اگر تشنگی شما طول بکشه اصلا زمین و زمان به هم میزنیم، ولی 16 ساعت 17 ساعت در ماه مبارک رمضان آدم روزه میگیره. امیت که لالا ما گفتن خداوند توفیق میده، خداوند قوت میده و خیلی هم خوبه. فکر میکنیم ماه روزه چی رقم ماهیه برای مسلمان ها؟ خوب ماهیه، خوب ماهی برکت هست، خوب عجر داره، خوب خداوان خیلی عجر میده، از گناه مردم پاک میشه، از گناه. و ماه مبارک رمضان ایمان آدم قوی میشه، وقتی آدم قوی میشه خیلی، از گناهان پاک میشه آدم خیلی. بسیار عالی، بسیار عالی. روز چند تا بولنی خلیفه جان پخته میکنم؟ روز یک دو ساعت دانه، دو نیم ساعت دانه پخته میکنم، میبره مردم میبره. خب نمیمونه میبره. عوضانه هم هست؟ خیلی عوضانه. فکر کنم فروشات شما در ماه رمضان بیشتر؟ بولنی خیلی بیشتر است، هیچ نمیرسه. تقاضا زیاده دیگه، مردم هم میایم و میبرم. میبره. باز این بولنی که به تنور پخته میشه نسبت بولنی که به توه میندازیم سر روغن فرقی چیه؟ فرقی خوب پشتش هم سرخ میباشه، رویش هم خوب، به توه که میندازه پشت سرخ نمیشه دیگه. یکی هم روغن نداره دیگه، این بیتر. روغن نداره، این چرب نه. به غیر از ماه روزه هم شما پخت داریم؟ با شام پخت داریم، 100 200 دانه پخت داریم. این تنور فقط مخصوص به بولنیه یا نونم پخته میکنیم؟ بولنیم پخته میکنیم، نانم پخته میکنیم. و اینجا چند نوع نان دیگه؟ نان ماشینی هم هست، نان دستی و تنوری هم هست. نان ماشینیم، تندوریم، کیکام هست، هم چیز هست. خیلی خوب. گفتم که نون وی جالبه، هر چیز ماست باشیم اینجا دیگه. از شیر و مرغ تا گوشت آدم قبل مبلغین هسته. خب یک سوال دیگه من این از شما که نان خانه هم شما پخته میکنید؟ نان خانگی پخته میکنیم، اونجا هست خانگی، بعد از بولنی پخته میکنیم، باز تا شام یخ میشه. نه خانگی زود یخ میشه. همین نونوایی هایی که بم شهر کار میکنم، این نونوایی ها چه کار میکنم که نان اینا میتونم مزه میده؟ مزه خو میده نسبت به نان خانه، درست است؟ از او کیفیت بیشتر نان خانه کیفیت ازی کده خوبه، بیشتر است با میدن، بیشتر است با میدن نقص نمیکنه دیگه.
تشکر از شما، تشکر. زنده باش. خودی لالا همه چون میتونیم صحبت کنیم یا نه؟ یک رقم چیدمان طوری هست که کمک سخت میشه. باشه مایی که دراز میکنه. مونده نباشه. جور باشه بخیر. خوب هستین لالا جان؟ شکر شما خوبی. سلامت باشیم. نام شما؟ اسمت الله. اسمت الله جان. شما دیگه می مواد را آماده میکنیم؟ آه این مواد آماده میکنم. این آخونگیری هست به جمعی ما. گوزوالر عوار میکنم. آه این به جمعی ماست. چطور سختی های ماه مبارک رمضان در کنار این آتش گرم چطور میگذره؟ این ماه رمضان خداوند بعدم توفیق میده. از ماه رمضان که نباشه این آدم توش نمیشه، کار نمیشه، ولی خداوند توفیق میکن کار میشه. همین مواد بولنیر خود شما جور میکنیم دیگه، کچلو اینا رو چی رقم یک توضیح بدیم شاید بیننده هم علاقه داشته باشم یاد بگیرن همین پختن بولنیر تنوری. این کچالو شو به تنور پایین میکنم تا صبح خوب پخته میشه. صبح کچالو را میده میکنه، پیاز چیزا گندن را میده میکنه، قدازی گرد میکنه، پیاز سرخ میکنه، دیگه مصاله و چیزا میندازه. بسیار خوب، مانده نباشه. من میگی روزه و عبادت شما قبول باشه. من میبینم که هم میگی اینجا عرق میرزانن و پیدا کردن روزی حلال در چنین شرایطی چقدر لذت بخشه و خداوند چقدر دوست داره انسان هایی که با زحمت و رنج نون حلال پیدا می‌کنه. نون حلال پیدا می‌کنه. سلامت باش، بخیر باش، زنده باش. بریم بخش شدگی نون و ایرم ببینیم با ما هم باش. به این بخش خمیر آماده میشه و زغال‌ها آماده میشه، بعد میبرم به مرحله پختن. سلام، مونده نباشه. سلامت باشیم تیار، بخیر باشیم. سلامت باشیم. اسم شما چیه؟ اسم من شاولیه. شاولی جان، خمیر نونوی چی رقم تهیه میشه؟ از چی مواد؟ خمیر نونوی خدمت شما عرض کنم از آرد و او است و خدمت شما عرض کنم خمیر مایه است و که اینا رو به طعم دستگاه مندازیم. اول ایو میندازیم با خمیر مایه و باز بعد آرد میندازیم به مقدار لازم که مثلا میفهمیم چقدر مایه دیگه. باز همیت خمیر میشه که باز بعد از یک ساعت دو ساعت که موند که مثلا دم خور بزد که کمی خور برسند باز به حالت زواله میشه که همیت زواله میکنه دوست ما دیگه. خدمت شما عرض کنم باز بعد از دوباره اینا رو میگذاریم یک 10 دقیقه 15 دقیقه که باز دوباره کمی خور بالا بیاره. بعد از دیگه اونو به تنور میزنیم و به دور از خدا دیگه خدمت مشتری ها تقدیم میکنیم. شما گفتیم مسئولیت تدارکات نونوی هم دار. نه به حساب خرید و فروش مثلا مواد چیزی آردی شکری روغنی چیزی برای همین کیک و باب و هر چی که هست به حساب تدارکات خرید و چیزی به جمع ما هست. که جنجال شما فکر کنم بیشتر هم باشه چون یک نون پخته نمیکنیم، چند نون پخته دیگه. ما ها دیگه این چیزی هست که 7-8 رقم نون، نون خونگی، نون چونگی، نون گرده، نون بولنیه، کیک روغنیه، کیک شیرماله، نونچه و نونا پرکی هسته، ساندویچی هسته برای بولنی و برای پکوره و اینا چی همه ساندویچ و اینا دیگه. خدمت شما عرض کنم انمی محصولات ما هست که در خدمت مشتری هست. بسیار عالی، خیلی خوبه که چنین نونوی های به هر جای ایراد باشه. فکر کنم به ایراد مثل نونوی شما دیگه نبود. بلد از خود تعریف نکنیم، خدایی نیه او تنینوهی که به تایرات مثل از این که همه محصولاتی که حالی ما داریم دیشته باشند. اما لگه این نون جیوی که ما داریم 100% که ایت شاید باور نکنین از تانک مرکز مثلا یا از پست نمبر 1 میاین اینجا مثلا به خاطر نون جیو. اگر نه که نینوهی زیاده و نون جیو هم زیاده، ولی خب باز به حساب کیفیت مواد اول ما بگم تعریف نمی کنیم، ولی جنسی هست که مشتری که دوباره ایت امکان نداره که دوباره نیایی برد. شما چند وقت میشه این ویر شروع کردیم و فکر کنم به مدت کمی رونق خوبی داشت. این تقریبا نزدیکای یک سال یک نیم سال میشه که شروع شده. به زور از خدای ایت از دیگه نونوایی که همال مثلا 10-15 سال کار میکنن هم پختی بیشتر هم به یک حساب مشتری زیاد داره، چون کیفیت جنس فرق میکنه. آدم هرچی که جنس خوب باشه به هر جا دورم که باشی بازم مشتری خور میرسونه دیگه. انیتز ماه مبارک رمضان دیگه، روز چهارمی ما فعلا قرار داریم. امروز چهارم ماه مبارک رمضان که گزارش شما میبینیم.
تقاضا بیشتر شده در بازار؟ حالا تقاضا بیشتر شده ها، همین دم نماز دم افطار که میشه تقریبا یک نیم ساعتی که میمونه، یعنی اگه شما میامدین اینجا میدیدین که اصلا جای پا نیه، مشتری ها بیرون استاد شلوغ، مقصد خدا رو شکر گوش شیطان کرد خوب بازاری داره، خوب مشتری داره، از اینکه جنس خوب به مشتری میدیم. اگه جنس خراب باشه مشتری خود شما میفهمید که یک دفعه یک جنسی رو بخره خراب باشه دیگه نمیره دیگه، به خاطر همین خدا رو شکر جنس خوب تحویل مشتری میدیم، از لحاظ کیفیت مواد کم و زیاد نمیکنیم، وزنی هم وزن شاربلی قانونیه به اگه سب دیگه نمیته صحبت. بسیار خوب، یک موردی که مردم شاید در کشور ما مثلا باشه، همین دم افطار که میشه می 20 دقیقه که میمونه مریضم هم دم نونوی و فکر میکنم شما هم خیلی اذیت میشیم، خود اینا هم اذیت میشیم، چی گفتنی داریم برای مردم؟ چه قسم مدیریت کنم همین خریدای خانه خوده؟ مثلا اگر مواد غذایی مایم، نون مایم، نمیفهمم جیلیبی مایم، سبزی خوردن مایم، هر چی که مایم، چی رقم برنامه‌ریزی کنیم در ماه روزه که مردم هم اذیت نشم، خود اینا هم روزه‌دار هم اذیت نشم؟ خود الان بیشتر همین مردم که هست وقت افطار که هست نون گرم بیشتر مزه میده و چیزه، به خاطر انمی ایت نمیکنن که مثلا یک ساعت زودتر یا نیم ساعت زودتر بیان بگیرن، میگذارن که همون صحنه آخر که مثلا هم دم افطار میشه که میگن نون گرم باشه، خود خود مندازن بدم نیم، به خاطر انمی ازدحام شلوغی باز کمی ایت به حساب هم خود اینا معطل میشن هم که ما بالاخره باز اینج کمی ها همین نکته. اگه بتونن که مثلا ایت نیم ساعت زودتر یک ساعت زودتر بیاین که مثلا نون خور بگیرن به فارغی راحت دلجم، خود اینام استاد نمیشن سرگردون نمیشن دیگه، ما من نمیته به یک حساب خیلی به عذاب نمیشه. درسته، مثلا ساعت 6:43, 6:44, 6:45 اذان شام و افطاره، اونو ساعت 3 بیاین خرید خوب 3-4 ها دیگه همیته بیاین که مقصد ایت به ازدهام نخوره، چون اندرک دم افطار که میشه اینجی 20-30 نفر جمع میشه، یکی هم که از را میرسه حداقل باید 10-15 دقیقه استاد شه، به خاطر انمو دیگه باز خود اینام به عذاب میشه و وقت اینام گرفته میشه از افطار اینام مثلا دیر و پسی میشه دیگه به خونه نمیتونم برسونم، نه نیت کار رای دیگه. درسته، تشکر، موفق باشیم، انشالله که صد شو بودنگم به ایراد بزنم، انشالله همچنین زنده باش، سلامت باشیم، تشکر از شما، تشکر، با برادر خواهم صحبت کنیم، سلام. سلام، مونده نباشیم، خوب هستیم، خوشحالیم، سلامت باشیم، تشکر از شما. طارق الله، طارق الله جان، شما چی مسئولیت داریم بدین به ما؟ بخش زوال طبی به دست. زوال طبی روز چند تا زوال طبی میده؟ حدودا 2000 دانه میشه کنیم از اون. بسیار خوب، از دشواری های کار نونوایی در ماه مبارک رمضان بگیم، دهن به روزه به این گرمی سخت میشه یا آسان؟ کلا کار نونوایی کار سختیه، باز در ماه مبارک رمضان که هوا گرم هم هست سخت‌تر تیر میشه دیگه، باید آدم تیر. درسته، از سختی های بگیم، چی سختی های داره نونوایی؟ من فکر کنم یکی از سختی های اینه که شما سو وقت میگردی بیدار شد. بله، یکی از اینا سو وقت، یکی هم که کار نونوایی همیشه چیز نداره، زمان تعطیلی نداره، روزه و عید و برات و سال نو و 24 اوت و همیشه باید باشیم، باید باشیم، ما روزه عید داره اما کار میکنیم. باز ایت برنامه ریزی داریم که مثلا به غم و شادی خوب برسیم؟ بله، یا ایت که باز بر چیزی داشته باشیم برنامه میریزیم، اما روز تعطیل میکنیم، ما نمیدونیم و ایک و گرده. خیلی خوب، تشکر از شما لالا، موفق باشیم، امی که زحمت میکشیم، عرق میریزیم، بدون شک نزد خدای پاک نادیده گرفته نمیشه. بله، زنده باشیم، پیروز باشیم، سلامت باشیم، زنده باشیم. تشکر از شما که با ما همراه بودین، گزارش دیدیم، من عرق کردم واقعا، من از ده پومزه دقیقه به اینجا گاهیم، این مسلمان ها که از صبح تاشون به اینجا کار میکنن چقدر سختی میکشن، به هر صورت زندگی امینه دیگه، باید سختی ها و مشکلات و مشقت ها رو تحمل بکنیم تا ای که استوار و قوی باشیم ما بتونیم به موفقیت دست پیدا بکنیم. خدا کنه پسندیده باشید. در اخیر گزارش چند تصویر زیبا از نان هایی که پخته شده رو میبینیم، انشالله که روزی بشه همه بیایم به وطن، از نان وطن استفاده کنن، نان های وطنی ما بسیار بسیار خوشمزه، بسیار بسیار خوشمزه دیگه، هموطنامو میفهمم که نونهای بازاری هرات چقدر مزه داره. موفق و پیروز باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.